بسم الله الرحمن الرحيم. واقعي اسراء ومعراج و نشانهای عظمت الله تعالی. ستایش مخصوص ذات خدای کی پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم چنین فرموده: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. پاک و منزه است کسی که بندش را شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا که گردا گردش را برکت داده ایم برد تا برخی از آیات خود را به او بنمایانیم. بیگمان او شنوا و بیناست. گواهی می دهم که نیست معبودی برحق جز الله یکتای به همتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده او است. درود و سلام و برکات الهی بر او و بر همه آل و اصحاب و پیروان راستین او تا به روز جزا. اما بعد، سفر اسراء و معراج معجزه بزرگی است که بیانگر وسعت قدرت مطلق خداوند متعال است، زیرا او خالق اسباب و آنچه در عالم برای مردم غریب است هست و برای خداوند جل جلاله غریب نیست. الله تعالی می فرماید: انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. جز این نیست که فرمان اون چیزی را اراده کند، این است که به اون میگوید موجود شو پس بیدرنگ موجود می شود. و خداوند عزوجل از مصطفی صلی الله علیه و سلم در این سفر پربرکت حمایت کرد و او را از عالم زمین به ملکوت و سدرت المنتها برد تا نشانه های بزرگ و شگفتی ها و توانایی عظیم خود را به او نشان دهد. این نشانه های قدرت شامل چیزهایی است که بعضی را ما می دانیم و برخی از آنها را نمی دانیم، چنانچه که خداوند متعال پیامبرش را از مسجد الحرام به مسجد الاقصا برد و سپس با آسمان های بلند و از آنجا به مسجد الاقصا و مسجد الحرام دوباره در یک شب برگشتاند. این قدرت مطلق الهی است، نه چیز دیگر. و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در ملکوت آسمان ها از عجایب قدرت خداوند سبحان و متعال را دید که قرآن کریم توجه ما را به این نشانه های بزرگ خداوند جلب می کند، چنانچه که الله تعالی در کتاب خود می فرماید: سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. به زودی نشانه های خود را در آفاق و در نفس خودشان به آنها نشان خواهیم داد تا برای آنها روشن گردد که او حق است. و از جمله نشانه های بزرگ دیگر هم مثلث ساختن رسول الله صلی الله علیه و سلم بر براق است که خداوند جل جلاله پیغمبر گرامی مان را بر براق مثلث ساخت، چنانچه که می فرماید: بر براق آمدم و او یک حیوان سفید رنگ و طویل است. و در این دلایل بسیار برای قدرت الله تعالی است، یکی هم نظر گرفتن اسباب، گرچه خداوند جل جلاله می توانست بدون کدام دلیل این را عملی کند. و از جمله نشانه های آن دیدار رسول الله صلی الله علیه و سلم با انبیا و رسولان است و از آنجا قدرت احیای خداوند متعال اشکار شد هنگامی که آنها را برای او زنده کرد و پشت سر او در مسجد الاقصا نماز خواندند و او با کسانی ملاقات کرد که در آسمان های بلند بودند. همه از او استقبال کردند و برای او دعای خیر کردند و این وفا به عهدشان است که با خداوند متعال بستند، چنانچه الله متعال می فرماید. ترجمه: به یاد بیاورید هنگامی را که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که هرگاه به شما کتاب و حکمت دادم، سپس پیامبری به سوی شما آمد که آنچه را با شماست تصدیق می کند، باید به او ایمان بیاورید و او را یاری کنید. آنگاه فرمود: آیا اقرار کردید و بر این امر پیمانم را پذیرفتید؟ گفتن: اقرار کردیم. فرمود: پس گواه باشید و من نیز با شما از گواهانم. و از جمله نشانه های دیدار پیامبرمان از بیت المعمور در آسمان بود، چنانچه که پیامبر ما می فرماید: پس من با ابراهیم هستم و پشتش بر بیت المعمور است، و چون هر روز 70,000 فرشته وارد آن شوند با آن باز نمی گردند. و خداوند جل جلاله به شرف و عظمت بیت المعمور در قرآن کریم قسم یاد نموده است که می فرماید: والبیت المعمور، و سوگند به بیت معمور. و جمله نشانه های رسیدن پیغمبر گرامی مان به سدرة المنتهی است، و این کرامت است حق سبحانه و تعالی به پیغمبر گرامی مان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اعطا نموده است، چنانچه که در کتاب خود می فرماید: ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى اذ يغشى السدره ما يغشى
قلب پیامبر آنچه را دید دروغ نگفت. آیا با او درباره آنچه میبیند مجادله میکنید؟ و به راستی بار دیگر نیز او را دید نزد سدره المنتهی که جنت الماوا نیز آن درخت است، چون درخت سدره را چیزی یعنی نوری پوشاند. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است. درود و سلام بر خاتم پیامبران سردار ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بر همه آل و اصحاب او باد. سفر اسراء و معراج برای پیامبر ما صلی الله علیه و سلم بعد از همه مصائب افتخار الهی بود. این یک صفحه بود برایش که اندوه را تسکین میداد، قلب و روح را آرامش میداد، چنانچه که خداوند جل جلاله می فرماید فانما العسر یسرا انما العسر یسرا. پس مسلما با هر دشواری آسانی است، مسلما با هر دشواری آسانی است. و خداوند جل جلاله پیامبرش را در آن از حقایق غیبی و اسرار کیهانی خبر داد و به او خبر داد که خداوند با او است و ضامن او است، چنانچه که شاعر امام البصیری میگوید در تاریکی شب از یک حرم بر حرم دیگر رفتم، مثل مهتاب که در تاریکی سفر میکند. در شب سفر کردم تا به منزلم رسیدم و امامت تمام انبیا را نمودم و در برابر تمام رسولان امامت نمودم. خدایا برای من شفاعت پیغمبر گرامی من محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را در دنیا و آخرت نصیب بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.